جاهل و رقاصه داستان پدری به نام پهلوان صادقه که پیش از مرگش از آقا مرتضی با بازی بهمن مفید میخواد که مراقب دختر شیرین باشه. آقا مرتضی که گرفتار کسب و کار و رسیدگی به همسر و دخترش مریمه، از شاگردش نعمت میخواد که چند روزی رفت و آمدهای شیرین رو زیر نظر بگیره. اما شیرین که متوجه این اتفاق میشه، سعی داره چیزایی رو پنهان کنه. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. چرا دست از سرم بر نمیداری؟ من زن و بچه دارم دختر. من به زن و بچه تو کاری ندارم. من فقط یه گوشه از قلب تو رو میخوام. فقط یه. آخه نمیتونم. مردم هزار جور پشت سرم حرف میزنن. میگن با خواننده کافه گرم گرفته با یه دختر. دلت میخواد از کارم دست بکشم؟ خب البته دلم میخواد، ولی باشه. به خاطر تو این کارو میکنم. خیلی خوب، خیلی خوب. برو برو. پس قبول کردی. من میتونم رو تو حساب کنم. بعد از این دیگه با همی؟ چی داری میگی دختر؟ تو هم سن سال دختر منی. شب جمعه هم عروسیشه. من همین روزا پدر بزرگ میشم. حالا حالا میگی چیکار کنم؟ سرم اومد. سلام علیکم. آره آره خیلی وقت بیدار شدم. بله کجا وایس ببینم اون شما سشی داری میگی؟ چرا نرم؟ یعنی این که من گشنم صابونه رو برده بیام که میخوام برم کار دارم. خب منم همین کارو میکردم. خیلی خوب خیلی. میخوام کره و پنیر بیارم. برو کره مربا. کره مربا میخوام چیکار؟ اونجوری چیکار؟ بیا با من نونه خالی میخورم با چای. بیا نمیخوام. امروز چت شده؟ چرا پرت و پلا حرف میزنی؟ من هیچی عزیزم، من کار دارم، زندگی دارم، بدبختی دارم. بدش به من. تو برو سماور رو برده بیار که من بیشنم اینجا سماور رو بخورم، یعنی صابونه رو بخورم. برو جان برو. من صابونه رو بیدازم. نکنیم رو جنی شدی؟ نه بابا، جن چی چیه؟ کجای من جنی شدی؟ زود باش کار دارم. تو عروس کنی زرگی حالا زرگی. وقت این حرفا نیست، دلم داره زفت میره. برو سماور رو برده بیار من اینجا. برو جانم برو. میگم چه؟ فیلم سینمایی همسفر که تو سال 1354 ساخته شده، از این قراره که رئیس شرکتی عاطفه رو اقفال کرده اما حاضر نیست با اون ازدواج کنه. مراسم ازدواج عاطفه با جوونی دیگه هم به هم میخوره و اون که اختلال حواس پیدا کرده تصمیم میگیره از خونه فرار کنه. بخشایی از فیلم همسفر رو با هم تماشا میکنیم. آقا جان، بچه‌ای که حامله بوده. بچه‌ای که حامله بوده؟ صبر کن ببینم حامله بوده. کی حامله بوده؟ بنده. شما صبر کن ببینم کی حامله بوده. چی حامله بوده؟ از اونش دیگه خبر ندارم. حرف بزن ببینم چی میگی. کی حامله بوده؟ آقا جان، دختر شما از شخصی که بنده نمیشناسمش، نبایدم بشناسمش، حامله بوده. بعدش هم تصادف کرده، بر اثر خونریزی بچه سقط شده. آدم نه اینم اینجا را چه خبره بابا؟ اینجا چه خبره آخه؟ حرف نزن. حرف نزن یعنی چی؟ خسارت ما رو بده، ما بریم پی کارمون. چی؟ خسارت بله؟ طرف دیگه تصادفیه، به درد نمیخوره. چیزی نشده که؟ بدنش تعمیرگاه جلگیرش بره شده، بدن جوشش بده. اصلا با این وضع خوبی که دارم بدم کلی عوضش بکنم. برا بابا تو از خسارت ما چی میشه؟ زده شلش کرده؟ کرده که کرده، برو به خودش بگو. میرم به خودش بگم؟ بله. معلومه که میرم از خودش میگیرم. بله بله، برو به خودش بگو. بله بچه نکریم دختره رو نجات دادیم که. قربان سلام عرض کردم، بنده اسمم رستم. زری که از خانه عمومی فرار کرده، قصد داره دخترش رو که 20 سال پیش به مردی سپرده پیدا کنه. زری در نهایت با فدا کردن خود جان دخترش مریم رو نجات میده. بخشایی از فیلم زخم خنجر رفیق رو با هم تماشا میکنیم. تو قاتلی،
تو بی شرفی، تو نمک به حرومی، ای آدم کش. بذار حرفمو بزنم. پستی بی شرف، تو قاتلی. گوش کن باهات حرف بزنم. تو پستی، تو رذلی، امیدوارم سر تو بالای چوبی جار ببینم. چی شد؟ قطع کرد. پس چی که قطع میکنم؟ انتظار داشتی با قاتل پدرم چاق سلامتی هم بکنم؟ اشتباه شما همینجاست خانم جان. بچه نشو عزیز من، از کجا معلوم است که سعید قاتل پدر تو باشد؟ مگه شما به چشمتان دیدین؟ با خدا اون پسری یه دنه بوزغله رو نمیتوانه بکوشه. اگه قاتل نیست چرا دو ماه مثل موش از این سوراخ به اون سوراخ فرار میکنه؟ اصلا از کی چاله تو وکیل مدافع سعید شدی؟ بنده وکیل مدافع سعید نشدم، وکیل مدافع دل جناب علی شدم که سعید رو با پا پس میزنی با دست میکشی جلو. مردفید شدی؟ خانم جان شما رو به اون خدا راست بگو، حرف من حرف ته دل نیست ها؟ اینتن بمیره نیست ها؟ نه 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 نه. خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب، ترموزت در رفته خانم جان، خیلی خوب کشتی ماره. همچین داد زد نزی بود ترموز منم ببوره. خب حالا کجاست؟ حالش چطور؟ کی؟ سعید. حالش خوبه، حالا دیدی اشتباه نکردم؟ تو ته دلت بونه میخوای که حالش داری میپرسی. دیدی من راست گفتم؟ دیدی ها؟ ها؟ کجا داری میری تو بره بیابون؟ والا میخواستم از بر خیابان برم، ترسیدم بر رابندان بخورم، این بود که از بر بیابان آمدم. بله چرا بایستدی؟ میخواستم جای خلوت با حرف بزنم. سلام. سلام و زهر مار، قاتل، آدم کش، بیشرف، پس فطرت، نمک بر اون کسافت، تو پدرم رو کشتی. آخه بذار منم یه کلمه حرف بزنم دختر. یا الله پاشو بریم کلانتری. صبر کن بذار منم حرف بزنم. مکافات فیلم به کارگردانی کامران قدکچیان و بازی هنرمندانی مثل منوچهر وثوق، بهمن مفید و مهدی فخیمزاده است که تو سال 1352 ساخته شده. مرتضی از طلا خواستگاری میکنه، غافل از این که برادرش مجتبی هم عاشق طلا شده. مجتبی و مرتضی با صابر و برادرش اکبر جوشی درگیر میشن و بعد از زخمی شدن صابر، مجتبی خودشو به عنوان زارب معرفی میکنه و دستگیر میشه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. تقصیر اون استادتونه که انقدر شما رو پارتون کرد. من دارم دستور آقا مرتضی رو اجرا میکنم، پدرکاشگی که باهات ندارم. با چه سهله، اگه آقا مرتضی هم که استادتونه بیاد بازم میشینم پشتش. کامیونه داشتم آقا، کامیونه داشتمه، حتما با سندشو بیارم. شوفری من از خیلی ها سره، بچه بیابونم هستم، من اگه سنگم از آسمون بیاد باز امروز بار میزنم. حالا ببینی چی شد. اکبر جوشی شهر گاراشو گذاشته رو سرت. سلام آقا مرتضی. شکرم آقا مرتضی، بندم حبتم عبیدم آقا مرتضی. چی شده چرا معرکه گرفتی؟ اومدم بار بزنم آقا مرتضی، هر زتا خواد جلومو گرفته، کلی هم صداشو کلاف کرده. این همه علم شنگی برای همینه. من فکر رو مجبه زنم باشم. تمومش کن بچه، بارشو بزنیم بره. دیدی 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 بهت گفتم، خودش گفت خودش گفت بار بزنیم. بچه همه بچه ها تنل نشد. آقا مرتضی بزن تو زاخش. آقا خدا شما نگفتین نذارین اکبر کامیونو برونه؟ چرا مگه حالا میخواد بره؟ آره آقا مرتضی، بس واسه چی شما رو خبر کردیم؟ واسه همه شما رو خبر کردیم. نفهمیدم چی شد. ای اکبری، اکبر جوشی. بله آقا مرتضی. تو خودت میخوای برونی؟ خب آره، من به کسی بر میخوره؟ با کسی که بر نمیخوره، اما شاید میشوند بعضی خوششون نیا. مثلا میدونی صاحب بارو همونایی که چرا شل کن صف کن در وردی آقا مرتضی؟ من خیال میکردم فقط میخوای بار بزنی. نداش، من خودم سپردم جلوی روم برات بگیرم. آخه میدونی هنوز باز تو زوده. تو کامیونه داشتم آقا، میخوام بشینم پشتش، بچه بیابونم هستم، دست به فرمونم هم از خیلی از تره. کامیونه داشت درست، بچه بیابونم هستی درسته، اما تو یک نگیری که نمیشه که. مگه همه اونایی که پشت کامیون میشینن یک دارن؟ همه شون نه، اما دل جرعتشو دارن. میدونی کامیون روندن فقط به تحصیل یک نیست، یه خورده جور بازم میخواد. نه آخر این هفته میگیرن، سنگچی قبول شدن. تصدیقم که بگیری تا من تشخیص ندم نمیزنم بارای گاراژ منو تو ببری. نفهمیدم از کی تا حالا شما تشخیص میدی؟ از وقتی که تو این گاراژ پنچری میگرفتی، گمونم باز قرصات یاد رفته بخوری. برو یه لیوان آوازش ورد بیا. شما هم باراش خاری کنی بری پیکارتون. تو داری دقه دلی داشتم و سر من خالی میکنی، واسه خاطر اونه که منو جلو همه کنف میکنی. تو اینطور حساب کن، کار خوبی نکردی آقا مرزا. من که اینم شطوریه
قاطری هم بود فرقی نمی کرد. پس این یادت باشه قاطر بی کس و کاره. یادمه. مصرف قرص شب بالا. باربار فیلم ستیز با بازی منوچهر وثوق و حاله محصول سال 1355. امیر و مریم قرار ازدواج میذارن، اما اتومبیل مریم به دره سقوط میکنه و روزنامه ها خبر کشته شدن اونو منتشر میکنن. زری دخترعموی مریم که به امیر علاقه داره، نامه هایی که مریم به امیر مینویسه رو از امیر پنهون میکنه تا خودش رو به امیر نزدیک کنه. مریم بر میگرده و متوجه میشه که امیر و زری به هم علاقه مند شدن. بخشی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. برای کشتن من نقشه میچکی؟ این زن یه شیطونه، اون به تو دروغ میگه، حرفشو باور نکن، اون داره حقیقت از شما پنهون میکنه. حقیقت اینه که تو مثل یه دوست وارد خونه من شدی و من تو رو دست به گریبان در حال خفه کردن سرم دیدم. این حقیقته. بربارا عزیزم ببارش بادا، همین الان به کلانتری تلفن میکنم تا ببینم چی حقیقته چی دروغه، اونجا معلوم میشه. صبر کن صبر کن ببینم چی کار داری میکنی. چرا نمیخوای بفهمی پیر مرد خرفت زن چند روز پیش با حق بازی منو دعوت کرد ویلا، اونجا پیشنهادایی به من کرد که شرم دارم به زبون بیارم. مزخرف نگو، من به پاک دامنی و شرافت زنم ایمان دارم و ایمان دارم که تو یه قاتل بی سر پا هستی. یلا از خونم برو بیرون. خیالم نکن به این آسونی ولت میکنم. من از دست تو شکایت میکنم، شکایت میکنم به عنوان یه دوست ناموس. هر قراری دلت میخواد بکن، ولی اینو بدون اگه خدایی نکرده یه مو از سر زنم کم بشه میام اینجا خونه و زندگی تو به آتیش میکشم. بنایی به سرت میارم که از زنده بودنت پشیمون بشی. بی حیا، عجب دوره و زمونه ای شده. پسره را بهش کار میدی، محبت میکنی، اون وقت برای من توته میکنه. به زنم نظر داره. از کارخونه بیرونش میکنم، به خاک سیاه میشونم. ای من سری سری قرصوی منو بیار. همین قرآنی که خودت تو بغلم گذاشتی قسم، من هیچ وقت به تو خیانت نکردم. تمام اون چیزایی هم که پشت عکس نوشته بود دروغ بود. مامان جون